بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسلسله خطبهای حیات و زندگی و مواقف حیات و زندگی انسان بعد از مرگ، برادر اسلام، ما در رابطه با یکی از مواقف سخت که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را سختترین مواقف برای ما بیان کرده بودند، مواقف توزیع اعمال نامه های انسان، صحبت مفصل در هفته گذشته کردیم و گفتیم که از ایمان انسان مؤمن و مسلمان به روز آخرت تقاضا میکنه که تا به این یقین کامل داشته باشه که روز میرسه که تمام ما عمل کرده های ما به دسترس ما قرار میگیره. از کوچکترین ذره عملی که ما کرده باشم بالاخره روز میشه که به دسترس ما قرار میگیره و به ما این عمل نامه ها سپرده میشه. در رابطه با انواع عملنامه ها ما و شما صحبت کردیم برادر اسلام که عملنامه ها به سه نوع هست: یکی در رابطه با هر فرد است، یکی در رابطه با هر امت است و یکی در رابطه با تمام انسان ها هست. و توزیع عملنامه ها را هم ما و شما از خلال آیات قرآن مجید به سه نوع بیان کردیم. یکی کسانی هستند که به دست راست میگیرند، کسان هم هستند که به دست چپ میگیرند، از طرف چپ میگیرند، و کسان هم هستند که از پشت اعمالنامه هایشان برایشان داده میشه. و این را هم بیان کردیم که حقیقت از این اعمالنامه ها که چگونه نوشته میشه و چگونه ثبت میشه، هیچ وقت ما و شما نمیتونیم که با امورات دنیوی خود ما و تو قیاس بکنیم و بگیم که اعمالنامه ها هم مثل این کتابچه و دفتر موتو و ریسه که نوشته شده میره. و جهت از اینکه تکنولوژی امروز ما و شما امورات را برای ما و شما اختراع کردن، کشف کردن که ما و شما صدها نوشته میکنیم، نه قلم کشف میکنیم و نه کاغذ استفاده میکنیم. پس به این خاطر است که ما همیشه میگم که پیشرفت و ترقی تکنولوژی معاصر اگر انسان در حقیقت نظر اندازی بکنه، این واقعیت ها و حقیقت های آن چیز را برای ما شما بیان میکنه که پروردگار عالم در قرآن مجید و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده. به طور مثال در عهد زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یک قسم کمره ها و آلات ثبت که ما و شما داریم در او وقت و زمان وجود نداشت. پس با این خاطر ثبت اعمال و ضبط اعمال و یک که اعمال تا به مو شکل که کردی مشاهده می کردی، شک نیست که فهم از این در وقت و زمان یک اندازه مشکل بود. منتها چون مسئله تقاضای ایمان است که ما به ایمان میاریم، مادامی که الله گفت و پیغمبر گفت و ما صدق پیغمبر و به الله ایمان داریم قبولش میکنیم. ولیکن با گذشت زمان امروز ما شما به چشم سر میبینیم که به هزارها نفر امروز به زیر خاک است، استخوانایش هم هنوز خاک شده ولیکن حمالش هنوز هم موتو مشاهده کرده میریم، اصواتش هنوز هم موتو شنیده میریم. کتاب رو موتو نشان بده که انسان زمانی که میمیره اعمالش از بین نمیره.
این همین قسمه که ما و تو انسان توانستیم که اعمال از او را پیش خود ثبت بکنیم و در هر وقت و زمان مشاهده بکنیم. آیا او ربی که ما و تو را پیدا کرده، او ذاتی که ما و تو را است کرده، او ذات به این قادر نمی باشه لعیاذ بالله که با یک قسم اعمال ما تو را ثبت بکنه و مطابق آن چیزی که ما عمل کردیم او را بالاخره برای ما شما نشان بده؟ شک نیست که با یک قادر است و شک نیست که بر ما شما ثبت میکنه و شک نیست که به جهت از اینکه هدف اساسی ما شما چون ارزیابی اعمال ما شما میباشد و به می خاطر پروردگار عالم به اندازه یک مثقال ذره عمل انسان هم ضایع نمیکنه، خیر باشه شر باشه در پیش رویش مندازه و محاسبهش میکنه. از گرفتن اعمال نامه ها برادر اسلام به جهت محاسبه اعمال است. شکنید که در اولین قدمی که هر انسان اعمال نامه های خود به دست میاره همه گی میفهمه که چی هست و چی نیست. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک شهیده، کتابت بخوان امروز کفایت میکنه نفست که بر تو شهادت داده که تو در چه حالت هستی. ولیکن پروردگار عالم تنها با دادن اعمال نامه ها انسان ها را به طرف جنت و یا به طرف جهنم راه سپار نمی سازه برادر اسلام، بلکه اعمال نامه ها و این کتاب ها برای ما و شما و یا برای ارومت و یا برای تمام انسان ها به جهت ازی داده میشه که تا هر انسان مطابق آن چیزی که در اعمال نامه هایش هست مورد بازپرسی قرار بگیره، مورد محاسبه قرار بگیره، مورد جواب و سوال قرار بگیره، اعمال نامه ها برایش نشان داده شوه، قبولش میکنی یا نمیکنی، این کارا را کردی یا نکردی، اگر کردی چرا کردی، اگر نکردی چرا نکردی. پس به این اساس یکی از مواقف دیگه که در رابطه با این اعمال نامه ها ما و شما قبل از اینکه در رابطه با مواقف سخت دیگه قیامت ما شما صحبت بکنیم برادر اسلام، که برات از مرحله حساب است، مرحله میزان است، مرحله صراط است، کل از این مراحل است که هنوز باقی ماندگی است برادر اسلام، و بالاخره مرحله اخیره که بالاخره جهنم میباشه و جنت میباشه، او هم آیات متعدد قرآن مجید در رابطه با او ما شما بیان کرده است. پس یکی از مواقف دیگه که در رابطه با می خود اعمال نامه ها در کتاب های علم عقیده برای ما شما بیان میشه و شک نیست که با آیات صریح قرآن مجید و احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده و هر یک ما و تو من حیث انسان مؤمن و مسلمان که به الله واحد و یگانه ایمان داریم، به صدق نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان داریم، در این موقف هم باید که ایمان کامل داشته باشیم. و او موقف عبارت از کدام موقف می باشه؟ موقف شهادت و یا گواهی بر اعمال نامه های انسان ها. موقف شهادت و گواهی بر اعمال نامه های انسان ها. کدام انسان ها؟ شک نیست برادر اسلام که پروردگار عالم زمانی که انسان پیدا کرده از تمام انگیزه های از انسان آگاهی داره و او ذات می فهمه که انسان آنقدر یک موجود مجادله کننده، آنقدر یک موجود مناقشه کننده و آنقدر یک موجود منازعه کننده هست که حتی با رب العزت هم مجادله میکنه، حتی با رب العزت هم مناقشه میکنه. در سوره کف الله جل جلاله میفرمایه که وکان الانسان اکثر شیء جدلا، و کان الانسان اکثر شیء جدلا، یعنی به این معنی که زمانی که کلمه انسان در قرآن مجید ذکر میشه متوجه باشن که انسان من حیث کل در بر میگیره، یعنی قرآن مجید زمانی که صفات انسان ها رو برای ما شما بیان میکنه صفات انسان ها رو دو نوع صفات بیان میکنه، یک نوع انسان هایی که به حد طبیعت خوب دارن و یک نوع انسان هایی که طبیعت های بسیار چی دارن، زشت دارن. پس متوجه باشین که زشتی و این خوبی هر دو در ما و شما هست. اگر الله جل جلاله میفهمه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، متوجه باشین که تمام انسان ها به احسن تقویم پیدا شده گیستن. اگر الله جل جلاله میفهمه کلا ان الانسان لا یطغى، انسان سرکشی میکنه، به یقین دادن که انگیزه سرکشی در هر یک با تو وجود داره. و زبانی که پروردگار ما تو میفهمه که وکان الانسان و اکثر شیء جدلا، به یقین بدن که مناقشه و مجادله با هر یک ما تو وجود داره.
و از این مناقشه و از این مجادله پروردگار عالم در آیات دیگه قرآن مجید برای ما و شما بیان میکنه که نه تنها که انسان با پروردگار عالم مجادله میکنه، مناقشه میکنه در رابطه با اعمالی که انجام دادگی است و به دستش قرار گرفته، بلکه قسم های ناحق هم میخوره. قسم های ناحق خوردن هم یکی از صفات های انسان های هستند که با قسم های ناحق خود میخواهند که دروغ های خود ثابت بسازند. در رابطه با منافقین اگر یادتان باشه که زمانی که من براتان بیان کردم که مسجد دراره که در مدینه منوره ساخته بودن و هدفشان تخریب مسلمان ها و تخریب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و میخواستند که از آدرس مسجد مسلمان ها را ضربه بزنن و پروردگار عالم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه کرد، اینم یا قسم می خودن وليحلفن ان اردنا الا الحسنى، قسم است، قسم می خورین که ما از این مسجد بغیر خیر و نیکویی هیچ چیز دیگر نمی خواهیم. و پروردگار هم در جوابشان می فرماید که والله یشهد انهم لکاذبون، والله یشهد انهم لکاذبون، الله شهادت می دهد که اینها دروغگوی هستند. و بینم این دروغگویی خود در روز قیامت هم یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. روزی که پروردگار همین قسم انسانهایی که در این دنیا میخواستن که با قسمهای خود، قسمهای دروغین خود، دروغ خود برای ما شما ثابت بسازن، در روز آخرت هم به پروردگار عالم قسم، یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که پروردگار عالم همه انسان ها را دوباره برمی انگیزه، از قبر هایشان می خیزن و حیات زندگی دوباره برشان می ته، یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له، قسم های ناحق به حضور پروردگار عالم می خورند، مثل که برای شما قسم های ناحق می خودم. قسم های ناحق به چی معنا؟ یعنی به این معنا برادر اسلام که یک تعداد انسان ها در روز قیامت این همی اعمال نامه ها که به دستشان قرار می گیرن، اونا فکر می کنند که خلاص اعمال نامه برای ما آمدگیست، دنیا تیر شده، کس دیگر نمی فهمه این چیزها را، به خداوند قسم میاد میگن که به عزتت قسم است که اعمال نامه را اینمی ملک در حق ما ظلم کرده، یا پروردگار اینمی اعمال که من اینجا انجام دادگیست می اعمال من نکردگیست، می ملک در حق ما ظلم کرده، این چیزا را من نکردگیستم. پس پروردگار آدم به جهت از اینکه انسان معترف به آن چیز بکنه که انجام داده، چرا من براتان گفتم که پروردگار آدم هیچ انسان را سپار جهنم نمیسازه تا به وقتی که انسان به خودش به گناه خود اعتراف بکنه، قناعت بکنه، بعد از اینکه اعتراف و قناعتش حاصل شد، بعد از او پروردگار عالم جهنمی رو به طرف جهنم و جنتی رو به طرف جنت را سپار میکنه. کتاب رای موتو معلوم شما که ولا یظلم ربک احدا، پروردگار در حق هیچ کس ظلم نمیکنه. ولا یظلم ربک مثقال ذره، به اندازه یک مثقال ذره پروردگارت به حق کس ظلم نمیکنه. اگر در جهنمی در جهنم میره و به عذاب های گوناگون گرفتار میشه، این در حقیقت نمی اعمال زشتش بود که در این دنیا انجام میداد، ولیکن در روز آخرت میخواد که اعمال چی بکنه؟ انکار بکنه. پس یک تعداد کسا برادر اسلام از این اعمال نامه هایشان در روز قیامت انکار میکنن، و یک تعداد کسای دیگه است که زمانی که اعمال نامه ها به دستشان قرار میگیرن میگه یا پروردگار من این اعمال نامه من نیست، شاید اشتباه شده باشه، این اعمالی که در اینجا هست من اعمال نکرده گیستم یا رب العزت، شاید اشتباه شده باشه. البته بگیم که در پروسه قضاوت پروردگار عالم هم اشتباهی صورت نگیره، نه برادر اسلام، او پروسه دنیای موتواره نیست برادر اسلام، در او پروسه کوچکترین اشتباهی وجود نداره، کوچکترین تخطی وجود نداره، این همی قسمه که در کلامش کوچکترین شک و شبهی وجود نداره. ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب است که در هیچ گونه شک و شبهی نیست. پس یک تعداد مردم انکار میکنن برادر اسلام، و
و یک تعداد مردم میگن پروردگارا شاید این اعمال نامه ها را ما انجام ندادیم، این اعمال نامه از من نیست، این اعمال نامه ای که من میبینم این چیزا رحمت دنیا نکرده گیزم، شاید از کس دیگه برام آمده باشه. پس این همینجاست برادر اسلام که الله جل جلاله جهت فراهم نمودن قناعت هر انسان در رابطه با آن چیزی که برای سپرده شده، پروردگار عالم شهدا، کسایی که گواهی میتن که ما شما با نام گواهان یاد میکنیم، با نام شاهده ها یاد میکنیم، شاهده ها و گواه ها را پروردگار عالم قایم میسازه و این شهده و این گواه ها بر اعمال از این انسان گواهی میتن که تا بالاخره قناعت از این انسان فراهم بسازن. یک شهید دیگه گوه دیگه شاهد، یک شاهد دیگه شاهد دیگه شاهد دیگه شاهد، هر شاهده که تیر میشه نه دروغ میگه پروردگار ما نکردیم انجام، ملک گواهی میتا ما نکردیم، دروغ میگه انجام ندادیمش. حال چه قسم ثابت شده چیزا همه؟ انس رضی الله تعالی عنه برادر الاسلام روایت میکنه که در یک روز امرای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یک جای ششته بودیم و ناگهان پر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خنده کردن. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دو نوع خنده میکنه، یکی همیشه تبسم بود. تبسم عبارت از اما حالت هست که انسان یک لبخند میزنه ولیکن دندانهایش معلوم نمیشه و انسان مؤمن و مسلمان همیشه و قسمی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده الله جل جلاله و کسی که ما به ایشان ایمان داریم همیشه همیشه در لبهای مبارک تبسم بود. برادر استم در شب و در روز اگر می دیدی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم متبسم بودن و در برخی اوقات که نهایتا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اگر خنده می گرفت این همه قدر به اصطلاح خنده می کردن که دندانهای مبارک معلوم می شد. این کلمه خنده را هم در زبان عربی به معنای ضحک می گن و ضحک عبارت از آنمو حالت است که زمانی که انسان خنده می کند دندانهای دواحک معلوم می شد. و شما در این دندانها تقریبا 32 دندان داریم که 16 بالا 16 پایان، هر کدامش از خود نامهای مختلف داره. دو دندان پیشوری به نام رباعیات یاد میکنن، به نام صنایا یاد میکنن، در پالوش کدام دندان که اصوره باز به نام رباعیات یاد میکنن، باز در پالوی از او کدام دندان اصوره به نام انیاب و بعد از او دواحک اینی قسمت دندان ها را میگن. یعنی به این معنا که زمانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر نهایتا از یک موقف به تعجب مفتادن فقط یک خنده ای میکنن که دندانهای مبارک معلوم بشه، ولیکن هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با قهقه خنده نکردن، نه تنها که با قهقه خنده نکردن بلکه ما و شما را هم از این منع کرده گیست که ما و شما خنده قهقه بکنیم و خنده قهقه و نمو حالت است که دهن ما تو باز میشه و به اصطلاح از شکم دیگه خنده میکنیم و از دان خنده نمیکنیم. پس انس رضی الله تعالی عنه می فرمایه که ما یک روز امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ششته بودیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خنده کردند، آن قدر خنده کردند که حتی دندانای مبارک معلوم شد و بعد از آن ما پرسیدن که شما فهمیدید که ما چرا خنده کردم. و قبل از اینکه در رابطه با این حدیث براتون بگم متوجه بشون که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده الله جل جلاله یکی از خصوصیت های ایشان که نسبت به ما و شما انسان های عادی خصوصیت ها دارند، اونا با یک ارتباط مستقیم با جهان غیب بودن. برادر اسلام با ما و شما میشیشتن ولی که ارتباطشون با جهان غیب بود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز پیش میشدن میگفتن که من شما را از پیش روی نمازتون میبینم مثل که شما را به صورت پشت سر هم هستین، همین قسمی شما را میبینید که شما چی میکنین. خصوصیت های انبیاء علیه السلام است و با میخاطر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که علت خنده ما در رابطه با یک موقف بود در مورد یک بنده و رب العزت. او هم کدام بنده بود؟ او هم بنده بود که از اعمال خود انکار میکرد، اعمال نما برش داده شده بود و انکار میکرد. پروردگار تو خود ظلم برات حرام کردی و ما را هم گفتی ظلم نکو، یه اعمال نما ها از من است، با این شهادت نه ملک قبول میکنم و نه به استاد دیگر قبول میکنم، تا از خودم برای ما یک شاهد نبیاری و این چیزا را قبول نمیکنم.
پس موقف شهادت دادن و گواهی دادن بر اعمال انسان ها برادر اسلام هم یکی از مواقف است که ما تو باید به او ایمان کامل داشته باشیم. و با می جهت است که پروردگار عالم اعمال انسان ها را به طرق مختلف ضبط میکنه و ثبت میکنه، چرا او ذات میفهمه که و کان الانسان اکثر شیء جدلا، این انسان به حد مناقشه کننده است، به حد مجادله کننده است. تنها به یک اعمال نامه او کفایت نمیکنه، وگر نه این اعمال نامه کفایت است برش. پس به این جهت است که گواه ها در روز قیامت قائم میشه. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. روز کتاب گذاشته شوه، اما کتاب عمومی که متعلق به تمام انسان ها هست، از آدم علیه السلام گرفته تا آخرین انسان، ذره ذره اعمالشان در او ثبت است. روز کتاب مانده میشه، انبیا آورده میشه، گواه ها آورده میشه. در رابطه با این گواه هایی که از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما شما استنباط میکنیم برادر اسلام، شک نیست که در رابطه با گواهی دادن اعمال انسان ها گواه های مختلفی هست. در قدم اول پروردگار عالم ذاتی که همه انسان ها را آفریده و از رگ گردن به انسان نزدیک است و در هیچ لحظه حیات و زندگی این انسان از مراقبت الهی پنهان نمی باشه برادر اسلام. در قدم اول ذات بر اعمال ما و تو گواه هست، در قدم اول او ذات بر اعمال ما و شما شاهد است و در آیات متعدد قرآن مجید می و از این حقیقت شما را آگاه می زد که والله شهید على ما تعملون، والله شهید بما يفعلون، الله شاهد است، گواه است با آن چیزی که شما انجام می دین و با آن چیزی که شما کسب می کنید. وما يعمل من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، هیچ عمل را شما انجام نمیدادین که مگر ما گواه بودیم، شاهد بودیم و او را مشاهده میکردیم. علم یعلم بان الله یرا، ای انسان مؤمن و مسلمانی که به رب العزت ایمان داری، آیا نمیفهمی که الله تو را میبینه؟ والله بصیر بالعباد، الله به بنده های خود بینا است. ولله المثل الاعلى، یعنی همی دیدنه که ما و شما یک دیگر خدا می کنیم، پروردگار عالم از این کده به مراتب عمیقتر بنده خدا می بینه و مشاهده می کنه. چرا ما از شما دینمی موقفی که از تون پیش رویتان و شما پیش روی ما هستین، آن چیزی که ما از شما مشاهده می کنم حالت ظاهری تان است، از حالت داخلی تان ما خبر ندارم. و آن چیزی که شما از ما مشاهده میکنین حالت ظاهری ماست و از این درون خبر ندارین که دیگه چی هست. اما زمانی که رب العزت ما تو را مشاهده میکنه، زمانی که رب العالمین ما تو را میبینه، هم ظاهرت میبینه و هم داخلت میبینه. ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم، خدا و چراهایت نمی بینه که زیبا هستی، قشنگ هستی، قبیح هستی، زشت هستی، ولا اموالکم، و دم اموالت سیل میکنه که کی هستی و چه هستی و چه قدر داری، نه، ولیکن ینظر الى قلوبکم و اعمالکم، ولیکن پروردگار هم به قلبتان مشاهده میکنه اول و بعد از او عملتان ارزیابی میکنه که تا چه حد عملی که تو انجام میتی مطابق آن نیت هست که در قلبت داری. پس از جمله گواه هایی که به اعمال انسان ها قایم میشه برادر اسلام، یکی هم رب العزت خودش است، ذاتی که همه چیز برای از اون معلوم است و کوچکترین ذره در آسمان و زمین از رب العزت پنهان است. لا یعزب عنه، سبحان الله، عظمت ببینید برادر اسلام، عظمت ببینید. ای کاش که در این آیات ها ما شما فکر بکنید و عظمت پروردگار عالم از این آیات ها ما شما استنباط. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. تو خودت فکر کن برادر اسلام، در زمین و در آسمان کوچکترین ذره نیست، اگر از ذره کده بزرگتر و اگر ذره کده کمتر هم باشه
که مگر الله جل جلاله علمش او را فرا گرفته. پس تو خودت فکر کن برادر، این جهان کائنات امروز بشر ما و تو با مقه خیزکی که میزنه و با مقه غالمغالی که داره که ما چطور کردیم و چی کار کردیم، امروز بشر اقلن بر ما تثبیت کرده نمیتونه که خب دمی آسمان چند تا ستاره وجود داره. آسمان ابان خیره میگه والا با خود آسمان رسیده نتونه، من بشر در کلی خود نظر اندازی بکو و بر ما ثابت بسنه در کلی چند دانه موی است. مویای سر خود با تو حساب کرده میتونیم برادستم، در حالی که ربت، در حالی که پروردگارت از وقت و زمانی که آدم پیدا کرده تا آخرین انسانی که از دنیا میره و اینا چقدر موی داشتن و چقدر بستا در بدنشان، ذره ذرهش پروردگار عالم میفهمد. عظمت ببینین، بزرگواری رو ببینین. مشکل ما و شما اینجاست برادرستان که ما و شما معرفت و شناخت درست با پروردگار عالم پیدا نکردیم برادرستان. شک نیست که همه ما و شما میشنن که رب العزت خالق است، پیدا کننده، زنده میکنه، میم، ولی که در رابطه با معرفت و شناخت الله جل جلاله سعی و تلاش و کوشش نکردیم. تو یک دفعه در این آسمان سیل کو برادرستان، در این زمین و مخلوقات سیل کو و بعد از او به این فکر بکو که در اینمی قدر چیزی که من میبینم یک ذره از این هم از علم الله خارج نیست و به هر ذره از این الله علم داره. بعد از او باز تو بفهم که ذات چقدر عظیم است، چقدر عظیم ذات میباشه. پس الله بر اعمال ما تو گواه است. از جمله گواهانی که در روز قیامت بر اعمال انسانها شهادت میتن برادر اسلام، یکی هم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. چه حالت خواهد بود روز که در هر امت ما یک گواه را پیدا بکنیم و گواهی نبیاریم و تو ای پیغمبر با تمام از اینها گواه هستی. اینجا باز فضیلت و برتریت امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر سایر امت برای ما نشان میده. اگر یادتان باشه برادرستان، در رابطه با اعمال نامه ها ما براتون گفتم که یکی اعمال نامه ها است که هر انسان میگیره و یکی اعمال نامه ها است که هر امت میگیره. این همی قسمه که برخی انسان ها در روز قیامت از اعمال نامه های خود انکار میکنن و پروردگار الان برای از اونها گواه های پیش میکنه که تا قناعت شنا حاصل بکنه. به عین شکل متوجه باشین که امت ها هم از اعمال خود انکار میکنن. در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت است برادران و عزیزان که نمی قسمه که هر انسان مورد محاسبه قرار میگیره، هر امت هم مورد محاسبه قرار میگیره و پروردگار عالم از هر امت یک گواهی را برایشان میاره که تا برای از او بر علیه از او امت ها گواهی بده که آیا احکام الهی برای شما رسیده یا نرسیده و یا شما هم تو بیخبر از دنیا به این دنیا آمدین. ولا یظلم ربک احدا، پروردگار در حق هیچ کس ظلم نمیکنه. امت نوح علیه السلام میارن. از امت نوح علیه السلام، نوح علیه السلام من حیث شاهد و گواه برای امتش میاره. پروردگار عالم از نوح علیه السلام سوال میکنه که یا نوح، آیا احکام ما، اوامر ما، نواهی ما برای از این قوم رسانده شد و یا رسانده نشد؟ نوح علیه السلام میگه یا رب العزت، همه آن چیزی که تو برای ما وحی کردی بدون کمی و کاستی مرا بر ما برای از این امت ها رساندم. یا امت نوح، آیا نوح تمام آن چیزی که برای شما آورد یا ناورد؟ یک تعدادش میگه نه، برای ما هیچ چیز ناورده. یا سبحان و کان الانسان و اکثر جای جدا. این دود دنیا می انسان انکار میکنه. من نفر کشته، دختر مسلمان غصب کرده، زمین مسلمان غصب کرده، خانه مسلمان در دادگیست به روز روشن، همه کس دیدش. زمانی که در محکمه میره این کار نه، به ایره نکردیم، همه دروغ میگه. این انسان در اونمون جهر میدم یه عادت است
ولیکن او فکر میکنه که بعد 10,000 افغانی یا 10,000 دلار که ما به قاضی صاحب دادم 4-5 تا ساروان که زیر گرفتم بس چه میشه از چنگ قانون در این دنیا فرار میکنم. او فکر میکنه که در روز آخرت هم فرار میکنه، نه در روز آخرت از چنگ قانون پروردگار عالم فرار کردن نمی. ولیکن انسان از طبیعتش است برادر اسلام. قوم نوح علیه السلام میگه یا رب برای ما نوح هیچ چیز نرسانده، هیچ چیز نورده، یا نوح قومت میگه چیز رو برای ما نرسانده، حالا کدام شاهد گواهی داری که گواهی بده که نه تو رسانده؟ حالا قوم نوح علیه السلام میگه شاهد از کجا؟ میگه آ پروردگار ما شاهد دارم. کی هست شاهدت؟ امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امت پیغمبر کم مردم نیستن او برادر اسلام، کم مردم نیستن. شما کسایی هستین که بر امتهای گذشته در روز قیامت شهادت میتین، گواهی میتین. شماها امت پیغمبر، کسانی که به سنت پیغمبر تمسک دارند، کسایی که بر راه پیغمبر استقامت دارند، کسایی که به احکام الهی استوار هستند. نه ای که در تذکره خود نوشته کنم که مسلمان ما امت پیغمبر شدم، نه ای که ما در افغانستان تولد شدم امت پیغمبر شدم، نه، امت پیغمبر کسی است که متمسک به سنت و به راه و طریقه پیغمبر است. بعضی کسا در روز قیامت گواهی میتن. کی از شاهدت؟ نوح. امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یا امت پیغمبر، آیا نوح احکام الهی را برای قومش رساند؟ امت پیغمبر شهادت میدن که یا الله جل جلو نوح علیه السلام تماما احکامی که بود برای از این قوم رساند و پیغمبر صلی الله علیه و سلام باز با شهادت ما و شما شهادت گواهی میدن. خب آیا قوم نوح علیه السلام قناعت میکن؟ نقل و شما از کجا آمدین؟ شما از کجا پیدا شدین؟ شما بعد از ما هزارها سال بعد آمدین، شما چی تفهمیدین؟ از کجا شهادت میدن؟ ما که شهادت میتیم از شکم خود شهادت نمیتیم، ما که شهادت میتیم از کلی خود شهادت نمیتیم، ما که شهادت برساندن رسالت نوح علیه السلام به قومش میتیم از کلام رب العزت میتیم، از قرآن مجید میتیم. قرآن و کلام و کتابی که لا ریب فیه، هیچ گونه شک و شبهه‌ای در وجود نداره. پروردگار در قرآن بر ما فرموده بود که انا ارسلنا نوحا الى قومه، ما نورا به طرف قومش فرستادیم، ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، بیم بده قومت قبل از اینکه عذاب دردناک گیرند. دست که قوم نوح علیه السلام چپ میشه و خلاص میشه. پس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و امت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گواهی و شهادتشان برادر اسلام در رابطه با امت ها هست. کتاب امت ها که در هر امت کتاب گذاشته میشه و هر امت، امت نوح علیه السلام جداگانه، هود علیه السلام جداگانه، صالح علیه السلام، هر کدامشان من حیث امت مورد محاسبه قرار، امت پیغمبر صلی الله علیه السلام من حیث امت پیغمبر مورد محاسبه قرار میگیره. اما در رابطه با انکار انسانها به صورت منفردانه، کسای کمال نما به دستشان قرار گرفته، یک تعداد کسا گفتیم انکار میکنن و یک تعداد کسای دیگه انکار نمیکنن، ولی من میگن یا نبی یا رب العزت این اعمال نامه برای ما اشتباه رسیدگی است، این اعمالی که ما در اینجا میبینیم انجام ندادگی است. در رابطه با قوم گروه دوم براتون بگم که گروه دوم کدام کسا هستند. گروه دوم انسان های مؤمن و مسلمان هستند برادر اسلام که اولاد درست تربیه کردند، صدقه جاریه بعد از خود گذاشتند، علم نافع را برای مردم تعلیم دادن. زمانی که میبینه که والا صاحب حج است و عمره است و حفظ قرآن است و تلاوت قرآن است، یا پروردگار من خود در عمر خود در دنیا حج نکرده بودم و نه عمره رفته بودم و نه چشم به خانه کعبه شریف افتاده بود، ولیکن همیشه آرزو داشتم که مشرف به این خانه. من خود نکرده بودم، خدا اینجا نوشته است که تو حج کردی، تو عمره رفتی، تو ختم های قرآن کردی. من خود هیچ ختم قرآن هم نکرده بودم، قرآن هم یاد نداشتم. این اشتباه شده گیسی عمال نبا با ما اشتباه آمده. پروردگار الله میفهم که نه بنده می اشتباه نیست، این همو اعمالت است، خیر را که بعد از خود گذاشته بودی این تماما آن خیر است که بعد از تو در اعمال نامت ثبت شده. اگه یادتان باشه که هفته گذاشته براتان گفتم انا نحن نحی الموتا و نکتب
ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم ماستیم که مرده ها را زنده میکنیم و ماستیم که آن چیزی که شما پیش میفرستین و آن چیزی که بعد از خود میگذاریم پس این چیزا که در اعمال تو هست ای بنده ای اعمال نماز اعمال است که بعد از تو صورت گرفته و تو سببش بودی و تو علتش بودی و تو اساسش گذاشتی اولاد نیک تربیه کردی اولادت کلان شد پول پیدا کرد خرچش نکرد در رزالت و بیشرفی خرچش نکرد بلکه رفت حج کرد عمره کرد خیرات داد تمام ثوابی که ما برای پسر تو دادیم او اعمال ما در اعمال نامه تو هم نوشته کردیم پس او اعمال است که بچه انجام داده بود اولادت انجام داده ما برای تو نوشته کردیم ولا یظلم ربک احدا پروردگار در حق هیچ کس ظلم نمی کنه ولو به اندازه یک مثقال ذره باشه خوش میشه اما یک تعداد کسایی که زمانی که برنامه براشان داده میشه برادر اسلام و زمانی که میبینن که سرک فضیعت است و دروغ است و تکبر است و خودخواهی است و حیران میمانن که چیه پس دفتن انکار میکنن و انکارشان هم جهت عزیز که اونا فکر میکنن که همین قسمی که ما توسط انکار و دروغ های قسمهای دروغین خود در این دنیا خود ما نجات میدادیم و مردم فریب میدادیم و علی عیاذ بالله پیغمبر خود فریب میدادیم و خدا را فریب میدادیم ها به زعم گمان خودشان یخادعون الله والذین آمنوا فکر میکنن که ما خدا را هم فریب میدیم و مؤمنان را هم فریب میدیم قسمها میخوردن فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وقتی که مؤمنان را ما ایمان آوردیم ما مسلم قسم به خداست پدر مسلمان هستم پدرم از این جماعت سب صف اول سب پس نمیشد ما کسایی هستیم که مدارس آباد کردیم فلان کردیم بستان کردیم دیگه کردیم در حالی که در قلبش اگر بینی ذره ایمان وجود ندارد بسیار سخت است شناختن از این پس مردم ها برادر اسلام امروز ما و شما در توتوی این همی قسم مردم ها افتادگی استیم و خودتان با چشم سر مشاهده میکنین یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر غیر از خود کسی با دوستی نگیرین نه انگیزی در رابطه با شما دریغ نمی کنه و هر خیری که برای شما برسه بی حد اونا را غمگین می سازه عداوت و دشمنی از زبانهایشان سر کرده ولیکن آن چیزی که در نهادشان است بی حد بزرگ می باشه این همین قسم انسان ها برادر استم انسان های منافق انسان مؤمن هیچ وقت این کار نمی کنه برادر استم انسان مؤمن عمل نامه که برش انداخته میشه گناه ها برش نشان داده میشه پروردگار را کدیم علی خون بابا اقرار میکنه میدانی و پروردگار همه تزاد هست میگه برو بنده این قسمی که من در دنیا به اصلاح سترت کردم پردید کردم رسوایت نکردم کردی هر چی کردی ولیکن پرده برد انداختم این همی قسمی که در دنیا سترت کردم این همی قسم در آخرت هم مورد مغفرت و بخشش قرارت میدم انسان مؤمن است اما انسان منافقی که از دین فقط دست آویز گرفته بود منافقی که تنها دین آله دست خود قرار داده بود که چه قسم از این دین سوی استفاده بکنه و چه قسم توسط از این دین خود به مراتب عالی برسانه در حالی که در قلبش کوچکترین انگیزه از دین از ایمان وجود نداشت پس در رابطه با این قسم انسان ها قسمی که براتون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردم که انسان برای رب العزت میگه که یا الله تو ظلم برات حرام قرار دادی و ما نمیخوایم که در حق ما ظلم شود تا به وقتی که خودم از خودم کسی شهادت نه سیاه بنده سیست بیاین گوش بگیرین پر برادر اسلام و حقایق بشنوین و از خدا بترسین و از خدا بترسین به یه اعمال زشتی که ما شما در پنهان و در نهان انجام میتیم و ای تو فکر میکنیم که و یقین بدانید که نه تنها که رب العزت مشاهدهتان میکنه کرام الکاتبین هم نوشته کرده میره کاش که گفت تنها در کرام الکاتبین باشه اعضای بدنی که توی اعمال زشت توسطش انجام میدی دستت باشه پای باشه گوشت باشه چشمت باشه هر یک اعمال تو را ثبت کرده میره
تو ای تو فکر نکو که دست از ماست و نه ای تو فکر کو که پای از ماست و نه ای تو فکر کو که چشم و ای گوش و ای زبان از ما هست. نه، ای دست و پا از ما نیست، بلکه دست و پا و گوش پیش ما امانت است، برادرم امانت است، از ما نیست. چرا اگر از ما می بود بر علی ما در روز قیامت شهادت نمی داد. اگر از ما می بود بر علی ما در روز قیامت شهادت نمی داد. پسی که اعضای بدن ما تو در روز قیامت بر علی ما تو اگر انکار کردیم شهادت می ده، پس با یقین بدان که از ما نیست. و به می خاطر است که فقهای کرام بر ما میگن به درستان چیزی که با کمال تأسف بگیم بسیاری برادر مسلمان با در رابطه با او معلومات ندارن که ما تو حق نداریم که دست خود بفروشیم و یا پای خود بفروشیم و یا چشم خود بفروشیم، مثل که امروز بسیاری چیزا نه تنها که خرید و فروش میشه بلکه با یا تجارت صورت می نه برادر، ما مالک از این اعضای بدن خود نیستیم، مالک از این اعضای بدن رب العزت است. رب العزت این اعضای بدن برای ما تو امانت داده است. این همین جزا که پروردگار عالم الیوم نختم علی افواههم، الیوم نختم علی افواههم، امروز دیگه زبانه که شما چی میکنیم؟ بند میکنیم، مهر میگذاریم به زبانش. مهر گذاشتن به زبان یعنی بند شدن زبان، زبانش بند میشه. کدام زبان؟ اونمو زبان حالش، اونمو زبان حالش که توسط از او تکلم میکنه. یکی زبان است که من توسط از این تکلم میکنه با شما، یکی زبان هست که باز پروردگار عالم او را گویا میسازه. یکی زبان است که ما گویا ساخته گیستمش، یکی زبان است که باز پروردگار عالم گویا میسازش. ما امروز بر زبانش مهر میگذاریم و تکلمنا ایدیهم. ای دستان باز یک روز سخن میگه برادر استام، ای پای هم یک روز با سخن میگویه و گپ میزنه، ای گوش هم باز یک روز میخیزه و بسلا شهادت میده، ای چشم هم یک روز میخیزه و شهادت میده. و ای زبان ماتو که گویا هست، بازی زبان که با قدرت تبردگار عالم باز گویا شد، بازی زبان هم بر علی ماتو شهادت میده که فلانه غیبت نکدی، فلانه دروغ نگودی، فلانه خیانت نکدی، فلانه چه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دست گپ میزنه و پای شهادت میده، دست گپ میزنه و پای شهادت میده. در آیت دیگه الله جل جلاله میفرماید که حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون. سبحان الله. روزی که همه از اینا آورده میشه، از اعمال خود انکار میکنن، پروردگار ما اعمال انجام ندادیم، این ملائکه در حق ما ظلم کرده، این چیزایی که اینجا نوشته است ما اصلا نکرده میشه، اینجاست که باز تشهد علیهم سمعهم، گوش گواهی میده برادر استاد، و ابصارهم و چشم گواهی میده، و جلودهم پوست بدنت گواهی میده. و بعد از او پروردگار ببینه که مواقف مجسم، سبحان الله، پروردگار این مواقف مجسم برای ما تو نشان میده، مواقفی که در روز قیامت با این قسم انسان ها صورت میگیره با صورت مجسم برای ما شما ترسیمش کرده. و قالوا لجلودهم، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. اگر یک نقطه بسیار دقیق متوجه باشین، پروردگار عالم برای ما گفت که هر زمانی که اینا آورده میشن، در قدم اول گوشهایشان و در قدم دوم چشمهایشان بر علی از اینها شهادت میده و در قدم دوم پوستهایشان بر علیشان شهادت میده. ولیکن این انسانی که بر علی شهادت داده شده، این انسان گوش نمیگه، چشم نمیگه، به طرف جلد خود میگه، به طرف پوست. یا خدا بزنه شما را، شما چرا شهادت میده؟ نقطه باریکی که در اینجا است برادر اسلام چی هست؟ نقطه باریک در اینجا است که سمع یک ادراک است، چشم یک ادراک است. صحیح من میفهمم که بسیار گوشم چیز را شنید ثبت هم شاید بکند، و من میفهمم که شاید چشم هم اگر چیز را دید ثبت هم شاید بکند، ولیکن من هیچ وقت به این زعم و گمان نیستم که پوست من هم چیز را ثبت بکند، این جلد من هم چیز را ثبت بکند. هم توجه هستید برادر اسلام؟ تنها چشم ثبت نمیکنه و نه تنها زبان ثبت نمیکنه، بلکه تمام اعضای بدن و پوست و جلد بدن ثبت کرده میره برادر استاد. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، شما دیگه از کجا شهادت میدین؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء
او ذات ما را گویا کرد، او ذاتی که همه چیز را گویا کرده گیست. و این من شیئن الله یسبح و بحمده. به یک روز براتان گفته بودم که اینمی سنگ هم تسبیح میکنه و اینمی هم گویا هست، و اینمی شطرنجی هم تسبیح میکنه و اینمی هم گویا هست. الذی انطق کل شیء، زمانی که ما تو کل شیء میگیم هر چیز در تحت ازی داخل میشه، از سنگ و چوب و انسان و نبات و حیوان و هر خزنده و درنده که بگیری ثبت میشه. و ما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. این همی قسمه که خدا را در این دنیا فراموش کردی، این همی قسمه خدا را در این دنیا به اعمالت گواه ندانستی، این همی قسمه که خدا را بر اعمال در این دنیا شاهد ندانستی، باز در اون روز انکار میکنی. اگر ما و تو الله را بر اعمال خود گواه بدانیم و ما و تو بدانیم که اگر ما تنها هم از توم، اگر هیچ کس هم نمیدانه الله میدانه، باز در روز آخرت ما و تو هیچ وقت انکار نمیکنیم و انکار هم کرده نمیتونیم. این کار کیها میکنن؟ این کار اونمو کسایی میکنن که در این دنیا هم از یاد الله غافل بودن. در خانه های خود میشیشن، فلانه آجی سای والا از حج آمده بسیار پیسه داره، تو بیا که خانهش چی قسم بذاریم. هیچ نمیفهمن که یک بر علاوه 5-6 نفری که در اینجا جمع شدن، ذات دیگه هم در بینشان است که تماما اعمالشان رو میشنو و ملاقبت میکنن. یوم تشهدو علیهم السنتهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یکسبونه. آیات را که همیشه ما و شما جمع بکنیم، انسان، انسان هایی که در روز آخرت از اعمال خود و کردارهای خود انکار میکنند، عبارت از دست انسان است برادر اسلام، پای انسان است، گوش انسان است، چشم انسان است و زبان انسان و بالاخره جلد انسان میباشد. زبان گفتار ما و تو، چشم دیدار ما و تو، گوش شنوایی ما و تو، دست گرفتن ما و تو، پای رفتن و تماما جلد بدن، همه از این چیزها را برای ما تو کلمه. و در روز آخرت بر علیه ما تو اگر انکار صورت گرفت، یک یک شهادت میده. و اون اونجاست که زمانی که اعضای بدن برای ما تو شهادت میده، ما تو هیچ وقت نمیتانیم، هیچ وقت نمیتانیم. به زعم و گمان خودت اگر گفتی که من از خدا پوت شدم، به زعم و گمان خودت گفتی اگر ملک وجود ندارد، به زعم و گمان خودت اگر گفتی هیچ کسی نیست، آیا تو میتونی که از چشم گناهکارت خدا پنهان بسازی؟ آیا تو میتونی که از گوش گناهکارت خدا پنهان بسازی؟ آیا تو میتونی که از دست گناهکارت خدا پنهان بسازی؟ این همینجاست که پروردگار عالم این گواه ها را بر علیه انسان قایم ساخته که تا انسان به گناه های خود اعتراف بکنه، سر پایان مندازه و بگه که واقعا یا رب العزت، ما بودم که در حق نفس خود ظلم کردم، ما بودم که تو را شاهد و گواه به اعمال خود نگرفتم، و واقعا ما بودم که تماما از این اعمال انجام داده گیستم. اینجاست که باز پروردگارت میگه که ولا یظلم ربک احدا، هی انسان، آن چیزی که امروز برای تو داده میشه از عذاب جهنم، که الله جل جلاله همه ما و شما را به پناه و عصمت خود نگاه بکنه برادر عزیزم. و در رابطه با جهنم ان شاء الله تعالی درسای متعدد اگر پروردگار عالم ما و شما را حیات و زندگی بده، ان شاء الله تعالی ما و شما داریم. امروز آن چیزی را که تو میبینی به سبب اینمی عمل کرده است و پروردگار در حق تو هیچ ظلم نکرده. پس اینجاست که فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، پس اعتراف کردن به گناه های خود هلاکت باد بر آن کسانی که صاحبان آتش جهنم گردیدند. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا نبي أكرم صلى الله عليه وسلم. در يكي از روزها برادر اسلام از اصحابي كي به حبشه هجرت کرده بودن به امر پیغمبر صلى الله عليه وسلم و دوباره در مکه مکرمه بازگشت کرده بودن، و شک نیست که حبشه و پادشاه یزو که نجاشی بود از اهل کتاب بودن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اصحاب خود پرسان کردن که شما در حبشه چی را دیدین و چه چیزها شما را به تعجب انداخت. شک نیست که گزارشات به حد زیاد دادم، و در ضمن گزارشات
یکیشان گفتن که یک موقف بسیار عجیبی را ما مشاهده کردیم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. در یک روز یک جای شیشته بودیم، یک پیرزن بسیار ضعیف که از جمله از امو رهبانهای کلیسا و یا اهل کتاب بود تیر می شد و سرش یک کوزه بود. یک بچه جان آمد کمی دست خود همی پشت سر همی پیرزن که زد، همی پیرزن از بیچاره همی زمین افتاد در زانو شیشت و کوزهش هم شکست. و بعد از او پیرزن خیست و برای از جوان گفت که ای جوان، او روزی که پروردگار عالم کرسی را بشانه و او روزی که پروردگار عالم تمامن خلایق جمع بکنه و او روزی که ای دست بر علی انسان شهادت بته و او روزی که ای پای بر علی انسان شهادت بته، باز او روز ما امرای تو کار دارم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که صداقت راست گفته، صداقت راست گفته. و این در جمله سنت های تأییدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشما میگیم. روزی که پروردگار عالم تمامن خلایق جمع بکنه، ای ظلم و استبدادی که امروز ما اوتو میکنیم، ای غدر و خیانتی که امروز ما اوتو میکنیم، از خدا بترس که قبل از او که روز فرا برسه در این روز تلافی جانت بکو. از جمله چیزهایی که در رابطه با اعمال انسانها شهادت میده برادر اسلام، یکی هم زمین و مکان هست که ما اوتو عمل انجام میدیم. زمین که مادر ما اوتو هست، زمین که پدر ما اوتو هست، زمینی که زنده ما اوتو را نگاه میکنه، زمینی که مرده ما اوتو را نگاه میکنه، زمینی که تمام عیوب خدا ما اوتو در این زمین پت میکنیم، یک روز میشه که باز این زمین میخیزه و درد دل میکنه و بر علیه آن چیزی که انسانها بالای از این انجام دادند با حضور پروردگار عالم شهادت میده. از این زمین کجا میگروزی دیگه؟ اگر میگه نه، من خود در آسمان میرم، در مریخ میرم، گناه میکنم، مریخ هم بالاخره پیدا کننده کدام ذات است؟ یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها. روزی که زمین باز گویا شود، زمین گویا شود، دست تا خدا گویا میکنه، پای تا خدا گویا میکنه، چشم تا خدا گویا میکنه، زمین جامد را که تو میبینی پروردگار هم در روز گویا میکنه و بالاخره هر انسانی که از عمل خود انکار بکنه باز بر علیش این زمین شهادت میده که یا رب العزت در فلانه روز، در فلانه جای، در فلانه ساعت بالای ما اینمی عمل انجام داد و ما شاهد بوده و ما با گواه است. پس گواهی و شهادت در روز آخرت برادرستم هیچ وقت با گواهی و شهادت به این دنیای موتو قیاس نمیشه. چرا؟ ما این بارها گفتیم و باز هم تکرار میگم که امورات از قیامت، امورات روز آخرت به این دنیای ما هیچ وقت قیاس نکنیم برادرستم. چرا؟ آن چیزی که در او جهان صورت میگیره ما فوق عقل موتو است و آن چیزی که ما و شما در این دنیای خود داریم مطابق آن چیزی که عقل ما و شما تقاضا میکنه. در این دنیا اگر یک قاضی سر در رابطه با یک مسئله حکم میکنه و در رابطه با یک مسئله گواه و شاهد میخواه، بجهت از این قضیه برای قاضی سر معلوم نیست حالا چی ما حکم بکنم، تو راست میگی یا ای راست میگه، به این خاطر گواه بیا یا شهادت بده که آه تو راست میگی یا ای راست میگه. ولیکن در رابطه با قیامت گپ نیست، گواهی برای کی داده میشه؟ برای رب العزت داده میشه و رب العزت از تمام ذره ذره مال انسان آگاه است. ای به خاطر آگاهی پروردگار عالم نیست، ای به خاطر فراهم کردن قناعت ما و تو که تا ما تو قناعت بکنیم که آه واقعا من این عمل انجام داده کیستم، که تا اعتراضاتی که میکنی که میخوای از چنگ قانون پروردگار را در روز قیامت هم خدا نجات بید، نه پروردگار را اتو گواها و اتو شاهده را بالایت میاره که کوچکترین انکارشان کردن نمیتانی. پس به این جهت متوجه باشم بدارستم که یکی از چیزهایی که در رابطه با شهاد دادن و گواهی دادن بر اعمال انسانها در روز قیامت ما و شما نتیجه میگیریم و میتونیم که از او در حیات و زندگی خود استفاده بکنیم. پس هر یک موتو باید متوجه اعمال خود باشیم، متوجه باشیم برادران که پروردگارم به اندازه یک مثقال ذره
برای تو مرا بگی که مثقال ذره عمل چه قسم ما تو به اصطلاح سنجش کرده میتونی؟ به اندازه یک مثقال ذره عمل ما تو را بدون محاسبه قرار نمیتونی. پس ما تو باید در دنیا مثقال مثقال ذره اعمال خود ما تو مورد محاسبه قرار بدیم که خوب بود، بد بود، آیا به نفع ماست، آیا به ضرر ماست. پس چه چیزهایی از برادر اسلام که در رابطه با درس های روز آخرت داده میشه، روز آخرتی که با کمال تعصب بگیم که اکثریت ما شما به باد فراموشی داده گیستیم، روز آخرتی که اکثریت ما شما از او غافل شدیم، روز آخرتی که در وجود از او، در آمدن از او کوچکترین شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم.